منکری نمون که نکرد و مسکری نمون که نخورد و منکری نمون که نکرد. اما یک دفعه الهام غیبی بهش وارد شد که بایستی مسلمان قاطع باشه و شروع کرد به یک کاری که حتی تو قرن اول و دوم که فاتحان عرب در ایران بودن انجام نمیشد. چنان بود که روزی شاه شجاع، فرزند خوب تحصیل کرده با بسیار شاعر خوبش که الان هم ازش صحبت کردم، ازش پرسید که شما یادتون هست چقدر آدم به فرمان شما کشته شده؟ این تاریخ آل مظفر به دقت ضبط کرد. گفت اون را که نمیدانم، اما اون که به دست خود کشته هم میدانم، در حال تلاوتی که مصحف ازیدن کلام الله بودم، اون که به دست خود قصاص کردم 780 تایی میشه. این حرفی است که بین حکمران مطلق و فرزند ارشد شد. تا سرانجام 6 سال بیشتر طول نمیکشه، این با حافظ خیلی سخت میگذره، ولی زیباترین مندگارترین کارهای حافظ، اگرچه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، اما بهترین کارهای حافظ دوره شاه شجاع. هممون گوش بیش و کم شنیدیم که مثلا واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، یا آن اشاره نزدیک و دور نیست، آن ضمیر معرفه است، یعنی اون کاری که میدونیم چیه، چون به خلوت میروند اون کار. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز و توبه فرمایون چرا خود توبه کمتر میکنن؟ گویا باور نمیدارن روز داوری، این همه قلب و دقل در کار داور. یا اینکه خب بود آیا که در میکده ها بخشاید، که از کار فرو بسته نا بخشاید، درت میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بخشاید. الان یادم افتاد از تو واژه نگاری که یادداشت میکردم 124 بار کلمه خدا آمده، 12 بار الله آمده. بعد دقت کردم این الله کجا هم آمده، یک بار در واژه شناسی حافظ نام اسلام آمده. قرآن زبر میخوانه در 14 روایت، ولی یک بار کلمه اسلام تو شعرش آمده با این تو این بیت. ببینید سلبی ایجابی نیست. چنان به زدره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. صهیب معروفه که از صحابه نزدیک پیامبر اسلام بود که در زهد و پارسایی سر و مثل. پس در این دوره 6 ساله که جناب شمس الدین محمد حافظ داره با این آقا سر میکنه، البته در پناه حمایت های زمینی شاه شجاع که در دنال فرزند ارشد است، اگرچه بیشتر اوقات در اونجا نباشه. اما یکی اینه، یکی این چنین است که از اونجا که حافظ با گوشت و پوست تنش ریار اینقدر دین پیشگان حس کرده، شوخی نداره که آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت. عمده ترین وجوه شعر حافظ که ما تو هم مقدمات موندیم، به نظرم الان بند سر و با ما تموم شد، این خواهد بود که بگویم که اسطوره سازی کرده، انقلاب کرده در غزل، چون غزل عاشقانه ایران، غزل عاشقانه زمینی حسی با سعدی رسید به جایی که حرف خود سعدی درست بود، که البته معشوقش بهانه میکنه که حرف اصلیش بزنه، میگه بر حدیث من و حسن تو نه افزایت کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. البته خب این غزل عاشقانه زمین، وقتی حافظ داره تحصیل میکنه و ذوقش داره شکوفا میشه، متوجه دو تا سایه هول میشه، تمام زمین تمام سرزمین عشق رو سعدی اشغال کرده، تمام عشق عرفانی، تمام آسمان رو مولوی اشغال کرده. پس چی ممنی بزن میمونه چی؟ یک منزل دیگر هست میان زمین و آسمان، میان ازل و ابد، میان امروز و دیروز، میان این که
دقت کنید، زلف آشفته و خوی کرده و خندون لب و مست، پیراهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب مست یا یار به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و با آوای حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. خب تا اینجا ببینید مثل دوربین سینمایی هست که لحظه لحظه رویداد یک رویداد زمینی رو عاشقونه داره بحث میکنه. یه دفعه میگه که آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم. تا اینجا هم ادامه همونه دیگه، دختر زیبا آمده سراغ شاعر، نیمه شب و سحرگاه باید به شراب بده. اما مثل بعد آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خب باده مست ما رو زمین میشناسیم چیه، ولی خمر بهشت چیه؟ اشاره به آیه قرآنه که در بهشت شرابهای حلالی هست. خب این وسط زمین و آسمان و ازل و ابد بودن حافظ اینجاست. بعد میشه که این خب وقتی میگیم حافظ حافظه تاریخی ایرانه، من یه مقداری که یادداشت کردم نگاه کنید، حتی من پیش تردیدی ندارم میگویم و میایم از عهده برون که شاهنامه خود حافظ میگه که اگرچه عرض ادب پیش یار بی ادبیست، زبان خاموش ولی که دهان پر از عربیست. اشاره میکنه به عربی دانستن، خیلی خوش که پیدا لازم نبرم اشاره بکنه، ولی هیچ جا نمیگه شاهنامه رو خوب خونده. به حالی که من نمیشناسم کسی از شاعران بعد فارسی که به این دقت شاهنامه رو خونده باشه. ما گمنامترین شخصیتی که دیم در شاهنامه پیرمردش به نام زو، که وقتی رستم تشخیص میده که بعد از نوزد توس نباید سلطنت کنه، ارزش لیاقتی کار نداره، یه پیرمردی از تیره قباد پیدا میکنه به طور موقت شاه. این پیرمرد اسمش زوی، ز و با. اما همینم تو زیر حافظ هست، نگاه کنید. شکل هلال هر سر مه میدهد نشان از افسر سیامک و ترک کلاه زو. افسر سیامک قبولی که آدم بدونه، اما من گمان ندارم تو این جای تهی، نه تو دانشکده ادبیات هم امتحان کردم، تو دوره فوق لیسانس هم امتحان کردم، گفتم آقا خانم شما کسی به نام زو میشناسید؟ نه اون هم نشناختم، نگران داشتم که شما نمیدونید. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس کن دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا مید و کوتاه کنیم گفت و شنفت. هر کسی که نون تو گوشش فرو نکرده باشد میدونه اینجا عشق، عشق رابطه دو تا انسان با هم، رابطه عاطفی که خیلی هم زیبایی نیست، این دنباله او بحثه. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، نمیتونه به زبون بیاد. ساقیا میده و کوتاه کنین گفتش نو. یا دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چقدر دارد. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد موند. کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. خب ببینید این بیتایی که از توی غزلهای گوناگون که داره اشاره میکنه، مدام رفرانس میده به ایران، به فرهنگ ایران، من ضبط کردم. یا تو مسندش بده جام و می وزجم، بده جام می و از جم مکن یاد، که می داند که جم کی بود و کی. ببینید چه نوستالژی توی سخن گفتن اصلا.